سلام. در قسمت قبل گفتیم که ماجرای مسمومیت دانش آموزان در ماه‌های آخر سال 1401 به یک سوژه داغ تبدیل شده بود که پیش و خم‌های زیادی داشت. دلیل اینکه این قضیه خیلی پیچیده و مرموز شد، روایت‌های گوناگون و متناقضی بود که از طریق بلندگوهای حکومتی منعکس می‌شد. اینکه حالا این وضعیت از ندانم کاریشون بوده یا عمد داشتن که اینجوری ملت رو در ابهام نگه دارن فعلا وارد نمیشیم، بلکه اجازه بدید در ابتدای این قسمت یک تصویر کلی از این ماجرا پیدا کنیم که همین تصویر گویای خیلی چیز هاست. اونطور که در خبرهای رسانه‌های حکومتی منعکس شده، پدیده مسمومیت دانش آموزان اولین بار 9 آذر در یک هنرستان دخترانه در شهر قم کلید خورد که 18 دانش آموز آسیب دیدند. امروز 22 آذر هنرستان فنی حرفه‌ای نور قم هستش. یه اتفاقی که چند هفته پیش اینجا افتاد و یه گازی توی مدرسه انتشار پیدا کرد و بچه‌ها حالشون بد شد، دوباره این اتفاق امروز افتاده. در آذر ماه با نرم پایین از شهر قم شروع میشه، در ماه‌های بعد اوج میگیره، در ماه بهمن به شهرهای مختلف گسترش پیدا میکنه تا میرسیم به ماه اسفند. در ماه اسفند وضعیت روز به روز تصاعدی گسترش پیدا میکنه. هفته اول اسفند هر روز به طور متوسط 4 تا 5 مدرسه در 3 تا 4 شهر و با همین نرم وارد هفته دوم میشیم تا 10 اسفند. روز چهارشنبه 10 اسفند یک دفعه در 40 مدرسه در 4 شهر از جمله تهران با یک گسترش ناگهانی مواجه میشیم. از شنبه 13 اسفند دوباره شروع میشه و روز 14 اسفند به اوج میرسه با گسترش به 15 شهر در استانهای مختلف کشور و 30 مدرسه در یک روز. به قول نمایندگان مدرسه خودشون، در مجموع بین 5-6 هزار دانش آموز از 26 استان راهی بیمارستان میشن در این مدت. از 13 اسفند اعتراضات در خیابان علیه این ماجرا شروع میشه و فراخوان‌ها برای اعتراضات سراسری در روز 16 اسفند هم داده میشه. خامنه‌ای 15 اسفند میپره وسط تا ورق رو با روایت امنیتی از این فاجعه برگردونه روی دشمنای نظام. روز بعد اعتراضات سراسری در ده‌ها شهر میهن گر میگیره. مرگ بر حکومت بچه‌گان، مرگ بر خامنه‌ای. بعد از اینکه اعتراضات گر گرفت، یک دفعه شاهد هستیم که از یک طرف پدیده مسمومیت دانش آموزان افت میکنه و تقریبا تموم میشه و از طرف دیگه هم لحن مقام ها و ارگان های حکومتی هم نسبت به این ماجرا تغییر میکنه و همه فاز دشمن دشمن میگیرن، در حالی که تا 3 روز قبلش تو نماز جمعه ها خطشون این بود که نظام رو در ببرن و بگن که این حادثه اتفاقی و طبیعی بوده. Bu günləri Zəncəhay Rəvani, bu günlər İranda gedib lap oğucuna çatıb, zirviyə çatıb. Bir cür Zənci Rəvaniyə giriblər ki, elə bil həlimin holundan qazana düşüb. Özü hadisə düzəldik, ya bir dənə hadisəyi təbiini götürək, nizamın hesabına yazıq, həmləni başlayıq, vəhşətnak siyah nəmanı da başlayıq. Mən qatiyyətlə deyən, bu uşaqların məsmumiyyətində iynə ücicə ehtimal yoxdur ki nizam bu işdə dəxalət eləyə. Meybinid incə ki namaz cümə 12 əsvəndə hənuz heç söhbəti az in ki kar düşmənə nəmi konand. Amma 3 روز بعد که اعتراضات شروع به گسترش میکنن، بلافاصله خامنه‌ای از ترسش وارد میشه و مقصر رو دشمن اعلام میکنه که پشت سر اون هم مقامات بالای نظام وارد میشن و همین سناریو رو باد میزنن. در ارتباط با این توطئه جدید دشمن که عبارت است از ایجاد دلهوره در دل دانش آموزان و دل بچه‌ها و دل والدین بچه‌ها، این یک جنایت علیه بشریته. بله، یه شبه روایت نظام از این ماجرا از یک شیطنت کودکانه تبدیل شد به جنایت علیه بشریت. اژه‌ای هم مشابه همین صحبت‌ها رو می‌کنه که آره، هر کسی که این مسئولیت‌ها رو انجام داده مفسد فی‌الارضه و ما می‌گیریم و می‌زنیم و اینا. بعدش دیگه یه تعدادی رو دستگیر می‌کنن و آروم قضیه رو هل میدن سمت مجاهدین.
بیش از 100 نفر از عوامل مؤثر در حوادث اخیر مدارس شناسایی، دستگیر و مورد تحقیق قرار گرفتند. تحقیقات از این افراد از جمله کشف ارتباط احتمالی آنان با سازمان تروریستی منافقین همچنان ادامه دارد. تو صحبت‌های این ور اون ور هم هی اسم مجاهدین رو در رابطه با این ماجرا سر میدن. امضای اسرائیلی باشه. چی از این مسئولیت سود میبره؟ چه خیری این برای مثلا جمهوری اسلامی داره؟ چرا اون وریا اینقدر نامه اینا تعطیلی مراکز آموزشی بود؟ موفق نشدن موج دوم درست کردن. این کارا امضای انگلیس و عملیات مجاهدین خلق اونا این کارا. شیطون بعد از دیدن این صحنه یه پسگردنی به فرزندش زد و گفت یاد بگیر خنگ خدا. خودشون پروژه رو راه میندازن که ملت رو تو رعب و وحشت فرو ببرن. وقتی نمیگیره و ملت میان توی خیابون، سری سر و ته میکنن و فاز مظلومیت میگیرن و میندازن گردن دشمنای نظام. خب این سناریوی مقدار تکراری و آشنا به نظر میرسه. از گذشته‌های دور ثبت هست در تاریخ که نظام یک جنایتی رو انجام میداده، بعد به طور خاص از رأس نظام پرقدرت وارد میشد و میگفت کار دشمنای نظام، مثلا مجاهدینه، ولی آخرش معلوم میشد که کار خودشونه. این یک تحلیل یا اتهام نیست، بارها نمونش رو دیدیم. میریم تابستان سال 66 در مکه. اجتماع عظیم راه پیمایان از بعثه شماره 2 در جهت مقابل مسجد الحرام. اون موقع خمینی میخواست از مراسم حج برای پیشبرد اهداف صدور انقلابش یا همون ارتجاعش استفاده کنه. در سال 65، یک سال قبل از اون، ماجرای ارسال مواد منفجره به عربستان از طریق جاسازی در چمدون زوار رو پیش آورد که قضیه لو رفت، آبروریزی برای نظام به بار آورد. ولی با این حال سال بعد، سال 66، خمینی میخواست از مراسم حج سوء استفاده تبلیغاتی بکنه که اونجا عکس بردن و شعارهای سیاسی مرگ بر این و اون دادن و در روز 9 مرداد 66 درگیری ایجاد کردند که قضیه به یک فاجعه با کشته شدن چند صد نفر تبدیل شد. رژیم به لحاظ بین‌المللی زیر فشار رفت در داخل کشور، اما خمینی حمله کرد به سفارت عربستان و مظلوم نمایی کرد. برای اینکه خودش رو از این افتضاح که بانیش بود در ببره، یک دفعه توی رسانه‌هاش مجاهدین رو مقصر این ماجرا اعلام کرد. نگاه کنید، کیهان 13 مرداد 66، ما همدستی مجاهدین در فاجعه مکه رو می‌بینیم. یا هنوز هم توی رسانه‌هاشون این دروغ رو منتشر می‌کنن. اینجا نقش مجاهدین در کشتار خونین مکه در سال 66، خبرگزاری نیروی تروریستی قدس معروف به تسنی. بعد هم نوشته که خامنه ای رئیس جمهور وقت در سخنرانی خود در مرداد 66 به نقش مجاهدین در جمعه خونین مکه اشاره کرد و گفت ما به احتمال زیاد حدس میزنیم مجاهدین در این جنایت دست داشتند. این قضیه مفصله و من توصیه میکنم اگه کسی میخواد بیشتر بدونه بره به سایت ایران افشاگر سر بزنه که خیلی ریز با جزئیات مستندات این قضیه اونجا جمع‌آوری شده. ما اینجا فقط به کجاش کار داریم؟ اینکه در سال 65 و 66 خمینی تلاش‌هایی برای ایجاد بلوا در مکه کرد، یه بار بمب فرستاد، یه بار آشوب و درگیری ایجاد کرد و وقتی کار خراب شد و 400 نفر کشته شدند و رسوایی به بار اومد، این مسئله رو انداخت گردن مجاهدین و شخص خامنه‌ای خودش برای پیشبرد این پروژه به صحنه اومد. 15 سال 20 سال بعد اما در میان جنگ و دعوای باندهای حکومتی رو شد که اصل ماجرا چیز دیگه‌ای بوده و بله، کار خودشون بوده. آقای منتظری در کتاب خاطراتش یک نامه منتشر میکنه از همون سالها که در اون نوشته سپاه در وقت حج یک کار غلط ناروا انجام میدهد. از ساکهای حدود 100 نفر حجاج پیرمرد و پیرزن بدون اطلاع آنها سوء استفاده می کند، به نحوی که در عربستان در وقت حج آبروی ایران و انقلاب رو بردند. سال 84 آخوند کروبی که در دهه 60 نماینده خمینی در همین مناسک حج بود، در روزنامه شرق تایید می کنه که نهادی در ایران در ساکهای حاجیان مواد منفجره جایگزین کردند که ما الان می دونیم این نهاد سپاه بوده. 23 سال بعد در جریان مناظرهای انتخاباتی احمدی نژاد به صورت سربسته به این موضوع اشاره میکنه. آقای موسوی در دوره در همین عربستان، من نمیخوام بگم در دوره جناب آقای موسوی،
از گذرنامه و فرودگاه ایشون چی بردن اونجا و دستگیر شد و چه بساطی علیه کشور را افتاد. اما همین مقدار میگم که رابطه ما با اونها قطع شد. در مناظره با کروبی هم به این موضوع اشاره شد و کروبی اونجا به بخشی از ماجرا اعتراف کرد. آقای کروبی، جنابالی در سال 65 رئیس حج بودید، اونجا سخنرانی میکنید، اعلام میکنید راه نجات فلسطین بسیج عمومی برای جنگ مسلحانه با اسرائیل است. ایشون جنگ مسلحانه در راه مقابله خواند و برای نجات فلان باید بریم و جنگ مسلحانه کنیم. شما چه کاره نظام بودی اینو اعلام کردی؟ اولا سال 65 حتما من اصلا لشکر قدسی وجود داشته یا نداشته من نگفتم. من همیشه اونجا صحبت که میکردم بر اساس سیاست امام بوده و بر اساس مبنای حرف امام و میگفتن راهپیمایی ما میخوایم بکنیم، ما جهان اسلام رو میخوایم ببریم مقابل اینا دوتا. بله همون قاطع مسلمان ها بسیشن و بهترین نقش هم داشتیم اون موقع. خود حماسی ها، خود لبنانی ها قبول دارن حرکت های مکی اون موقع که از امام بود و خط میداد این وضع به وجود آمد. به حال سال 65 متاسفانه سالی برای ما پیش آمد که یه هواپیما از ما گیر افتاد و معلوم شد یه مش مواد منفجره توش بوده، نگهش داشتن. بنده هم هیچ خبر نداشتم، با قاطعیت ایستادم، همه مسئولان زمانم هستن و اونچنان ایستادم تا همه اونا رو گرفتم آوردم. پس این از قضیه ارسال مواد منفجره به عربستان در سال 65 که کار خودشون و سپاه بوده و طی سالیان بعد هر بار قسمتش رو درز میدن. در ادامه این ماجرا پروژه بلوا در مکه رو در مرداد 66 ایجاد کردند که به اون فاجعه انجامید که این هم بعداً در جنگ باندی رو شد که کار خودشون بوده. رفسنجانی در خاطرات خودش مینویسه عبدالله نورینا اومدن پیشش و توضیحاتی درباره جمعه خونین دادند و معتقدند نفوذ گروه‌های تندرو در بعثه در بروز حادثه بی اثر نبوده. منتظری هم در یکی از نامه‌هاش به خمینی که بعدها منتشر شد نوشته بود همه گناه گردن سعودی ها نیست. در اثر تندی بچه ها اجمالاً هجوم و حمله از طرف بچه های ما شروع شد. خبرگزاری فارس در سال 88 می نویسه عامل کشتار حاجیان ایرانی در عربستان در سال 66 محسن میردامادی بود. بعد نوشته نویسنده این سطور که خود در اون سال از نزدیک شاهد ماجرا بوده تا کنون از افشای اون خودداری کرده، ولی این نویسنده میگه عده‌ای از دانشجوهای تندرو که محسن میردامادی هم جزء این گروه بودن برنامه داشتن که بعد از راهپیمایی حجاج که در یکی از میادین مکه به سمت حرم بود داخل حرم برن و با تصاحب بلندگوی مسجد الحرام شعار بدن که پلیس عربستان متوجه میشه و میاد جلوشو میگیره. روزنامه نیویورک تایمز مورخ 16 مرداد 1366 هم میگه ایادی خمینی زیر لباساشون چاقو و چماق و همه نوع سلاح حتی بمب هم میکردن. همه مسلمان ها از دست عوامل خمینی خیلی عصبانی بودند چون قرار نیست کسی به این مکان مقدس سلاح بیاورد. یعنی داره میگه یک فاجعه برنامه ریزی شده بود. پس مشاهده میکنید که در این کیس یک جنایتی رو رژیم برنامه ریزی کرده، یک فاجعه رو رقم زده تو عربستان، ولی آخرش میندازه به گردن مجاهدین. کاری هم نداره که اصلا مجاهدین تو عربستان حضور نداشتن اون موقع. داستان‌های سینمایی سر هم می‌کنه. یک تیم از مجاهدین از کجا پاسپورت گرفتن رفتن عربستان، بعد با لباس مبدل قاطی جمعیت شدن، بعد دیدن تظاهرات خیلی مسالمت آمیزه، یکیشون یه تیر زد به پلیس عربستان، بعد سری فرار کردن تا اون وسط یک درگیری را بیفته. واقعا مثل اون فیلم مزخرف قلادهای طلا بود که سر قیام 88 درست کرده بودن. توی اون فیلم هم اگر دیده باشید سناریوش همینه. میگه توی ایران سال 88 اعتراضات راه افتاده بود، بعد اعتراضات خیلی مسالمت آمیز بود، سپاه و انتظامی مردم رو خیلی دوست داشتن، هر وقت مردم میومدن توی خیابون سپاهی‌ها و انتظامی با جعبه های شیرینی میرفتن به پیشواز مردم که بعد مجاهدین برای اینکه این صحنه زیبای نثار محبت پاسدارا رو به هم بزنن یک نفر رو از انگلیس فرستادن رفت وسط قیام، بعد توی صحنه که همه روشون رو کردن اونور این سلاح کشید یکی رو کش، تا همه برگشتن وای محسن کشته شد. وقتی میگیم سناریو تکراریه یعنی این. میریم یه نمونه دیگه سال 73 30 خرداد ماه. وزارت اطلاعات رژیم یه بمب منفجر میکنه تو حرم امام رضا درست در روز عاشورا که 26 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند.
ولی همون روز بلافاصله باز خود خامنه ای به صحنه میاد، طبق سناریو میگه منافقین کوردل نشان دادند که هیچ حرمتی برای اهل بیت قائل نیستند. بعد دیگه همه رسانه‌های رژیم میگن دیگه جنایت هولناک منافقین. صحنه سازی ها مفصل این بار. قبلا یه برنامه براش رفتیم. یه تماس تلفنی ساختگی جور میکنن، از دو تا زندانی اعتراف اجباری میگیرن و آخرش هم با صحنه سازی هر دو رو میکشن که به غربی ها بگن مجاهدین این جنایت رو انجام دادند. حالا چرا؟ چون اون سال تابستان 73 دور جدید فعالیت های خانم رجوی در خارج از کشور شروع شده بود. رژیم میخواست با صحنه سازی این جنایت کشورهای اروپایی رو زیر فشار بذاره که جلوی این فعالیت ها رو بگیرن. باز دقت کنید که در این ماجرا هم کسی که پروژه رو پیش میبره خود خامنه ایه. ولی در این مورد هم سالها بعد شاهد بودیم که عناصری از درون همین رژیم مثل عمادالدین باقی از مهره های پیشین سپاه کتاب نوشتند که انفجار در حرم امام رضا هم کار وزارت اطلاعات بود. اکبر گنجی هم در یک مصاحبه با روزنامه آریا در سال 78 گفت تاریخانه اشباحی وجود دارد که به توطئه مشغولند که انفجار مشهد یکی از اقدامات آنان است. حادثه وحشتناک انفجار حرم امام رضا پیش آمد که آن را به گردن مجاهدین انداختند. تاجزاده هم سالها بعد در یک مناظره به صورت خیلی سربسته به این جنایت و به این نحوه سناریو سازی اشاره کرد. قتل زنجیره آیه زاکانی کیست که باید افشا بشه؟ و کی مخالفش بود گفت سکوت بکنید بذارید که داستان یه جوری دیگه حلش کنیم؟ با آقای خاتمی پیشنهاد آوردن، سناریو پیشنهاد کردن، این سناریو مشهد که دو تا منافق پیدا میکنیم میاریم میگیم اینا بودن، اصلا یه اعتراف گیریه که بلدن ما بودیم، به هوای این داستان اونا رو اعدام میکنیم که اونها بودن، ولی قول میدیم که دیگه این اتفاق نیفته و وزارت اطلاعات پاک میشه. پس این هم یک نمونه دیگه از فرافکنی جنایت رژیم به مجاهدین. بریم بعدی. در همون سال 73 وقتی رژیم دید انفجار حرم برای بدنام کردن مجاهدین نزد طرفهای خارجی خریداری پیدا نکرد، وزارت اطلاعات رژیم وارد جنایت بعدی شد و تلاش کرد با سناریو سازی قتل کشیش‌های مسیحی رو به گردن مجاهدین بندازه. البته در این جنایت رژیم می‌خواست هم کشیش‌های مترقی مخالف خودش رو حذف کنه و همزمان هم مجاهدین رو بدنام کنه. دیگه برای اینه که سناریوی مفصل جور کردن. دوباره سه تا زن زندانی در هم شکسته رو پیدا کردن، ازشون اعتراف اجباری گرفتن که اونا بگن ما از مجاهدین دستور گرفتیم این کار رو بکنیم. روز 12 روز 13 تیر ما بود که مسئول تشکیلاتی همین که اومد خونه من گفت که فرا باید از کشور خارج بشه، اونم به خاطر اینکه جریان کشش میکایلان رو رفته و صاحبخانه خودش گزارش کرده. کلی هم روش تبلیغات کردن، دادگاه های تلویزیونی، مصاحبه با رسانه های خارجی تا این دروغ رو جا بندازن. نتیجه چی شد؟ دوباره بعد از چند سال یکی از درون رژیم پیدا شد که در جنگ باندی واقعیت ماجرا رو افشا کرد. در سال 73 سه نفر از همین هوادارانی که آزاد بودند و محکومیتی هم نداشتند و در زندان هم نبودند و همکاری هم میکردند با وزارت اطلاعات، خب همه میدونید اون سه دختری که مریم شهباز بود و طول وافری و فرهناز انامی، این سه دختر همکاری میکردند. سال 72 اواخر 72 میبینیم که اسقف جماعت ربانی، کلیسای جماعت ربانی آقای موسیقیان تروچ و 6 ماه بعد دو نفر، یکی رئیس شورای کشیشان پروتستان و بعد کشیش مهدی دیباج، این دوتا هم به فاصله خیلی کوتاه چند روزه به طرز بسیار فجیعی کشته میشن، یکی با گلوله یکی با چاقو. و بعد در خانه ای که مصاحبه میشه این سه تا دختر میان به عنوان وابسته
گروهک مجاهدین خلق مصاحبه میکنن که ما طراحی رو کردیم به آقای علی ربیعی. ایشون تعریف میکرد در خانه خودش، میگفتش که بعد از اینکه این دختران رو که اینها رو در واقع تقمه کرده بودن از اونا خواسته بودن همکاری کنیم، ببینید آیا این کشیش ها هنوز تبشیر میکنند، هنوز به مسیحیت دعوت میکنند یا نه. خب بعده میدونن که ما علاقمند به کیش مسیحیت هستیم و اونها میپذیرند و این ملاقات برقرار میشود، ارتباط برقرار میشود و بعد این سه دختر مواجه میشوند با تیم عملیات همون عناصر خودسنی که میگفتن، یک مهد خودسنی که به سعید امامی منتصب شد و سعید امامی هم کشته شد، مقتول پنجم قطعه زنجیره‌ای شد. میبینن که خب مقابل چشم اینها آمدن و دو کشیش رو کشتن با چاقو و گلوله و در فریزر قرار دادن. دختران میگویند که ما بنامون این نبود، بنابود فقط شما ببینید آیا اینها میخواهم تبشیر کنم یا نه. و نهایتا این تبشیر به قتل این دو کشیش انجامید و بعد گفتن اگه میخوان آزادتون کنیم بیان این مصاحبه کنیم و اعتراف کنیم. بعد از اینکه این مصاحبه انجام شد و اینها اعتراف های وحشتناکی رو انجام دادن، از اینجا بعد رو میخواهم از زبان همین معاون عزیز وزارت اطلاعات و وزیر فعلی کار جناب آقای علی ربیعی عباد عرض کنم. میگه بعد از این مصاحبه خب گفتن خب اگر رها کنیم میرن بیرون، خلافی نمیگن و آمرو نظام میره، حالا چی کار کنیم؟ گفتن پس اینا رو اعدام کنیم. حالا اینجاست که آقای علی ربیعی میگه ما ایستادیم، گفتیم که آخه اینا گناهی نکردن، اینا فقط اومدن با اطلاعات با شما همکاری کردن، عامل شما شدن، در خدمت شما بودن و اینها سالها هم همکاری میکردن و در خدمت وزارت بودن. این مال همین موقع نیست، از دهه 60 تا 73 منابع وزارت بودن و همکاری میکردن. حالا میخوام منبعی که 10 سال خدمت به شما کرده به خاطر این مصاحبه اقدام کنیم، با کدوم قانونی، با کدوم منطقی و واقعا اگه همچه اتفاقی هم میفتاد تمام منابع دیگه به هم میریختن و تمام پرسنل وزارت هم به هم میریختن که منبعی که همکاری کرده حالا رفت بار اقدام. تصمیم برای این میشه که طراحی کنن و اینها فعلا در سلم انفرادی بمانند، ولی اخیرا فرهناز انامی رو بهش پاسپورت دادن، به سوئد رفته سوئد، ولی اینجا از اون گروگان دارن که اگر حرفی بزنی اینجا خانواده تو در معرض خطر است. این موضوع هم البته در رسانه های رژیم بارها انعکاس پیدا کرده. یک بار عبدالله نوری وزیر کشور دولت رفسنجانی در روزنامه خرداد نوشت: چطور وقتی برخی از کشیش‌های مسیحی به قتل رسیده و پس از تکه تکه شدن در فریزر جاسازی شدن، قاتلان به مردم معرفی نشدن؟ این در حالیه که مثلا روایت رسمی حکومت همون اعترافات اجباریه، اون سه تا زن بود دیگه، ولی اینجا داره کنایه میزنه. یا مثلا در روزنامه ابرار به نقل از نشریه ارزشان نوشتن: طرح به در افکندن اتوبوس حامل نویسندگان، قتل عام کشیش‌های مسیحی، بمب‌گذاری در حرم امام رضا، گوشه ای از اقدام‌های همکاران و همفکران فلاحیان در وزارت اطلاعات بود که تحت عنوان تحکیم پایه‌های امنیت ملی انجام شد. اکبر گنجی هم از مقامات سابق امنیتی نظام در یک مقاله در روزنامه آریا اینطور نوشت: وزارت اطلاعات کشیشان مسیحی که نظام سیاسی ما را قبول نداشتند به قتل رسوند و به گردن مجاهدین انداخت. استدلال وزارت اطلاعات این بود که این کار ما رو از روحانیون مسیحی خلاص میکرد و در ضمن مجاهدین رو بی‌آبرو میکرد. یعنی از این دست اشارات توی رسانه‌های رژیم زیاد بوده. بریم نمونه بعدی. ماجرای قطره زنجیره رو دیگه همه کمابیش میدونن که این هم باز یک پروژه وزارت اطلاعات بود که طی چند سال تعداد زیادی از نویسندگان، روشنفکران و شخصیت‌های غیر همسو با نظام رو به اشکال مختلف به قتل می‌رسوندند. این قتل‌ها بیشتر در دوران رفسنجانی و خاتمی انجام شده بود. در اون زمان هم باز موضوع جنجالی شد و تو جامعه صدا کرد و رسانه‌ها و مقامات رژیم
دشمنای نظام رو مقصر اعلام کردند. مثلا اینجا قطرهای اخیر یک جریان ضد امنیتی است و از بیرون مرزها سرچشمه میگیرد. باز دوباره خود خامنه‌ای به صحنه اومد و در یک نماز جمعه گفت که مطلق نمیتونه این کار کار نظام باشه. اگر نظام جمهوری اسلامی اهل دشمن کشی است، دشمنان خودش رو میکشد، خب چرا سراغ فروهر بره؟ فروهر و عیالش. مرحوم فروهر در قبل از انقلاب دوست ما بود، اول انقلاب همکار ما بود، بعد از پدید آمدن این فتنه های سال 60 دشمن ما شد، اما دشمن بی خطر، دشمن بی ضرر. بینی و بین الله، خب کسانی الان در داخل دارن فعالیت میکنن، یقینا وابستگی دارن به دستگاه های خارجی، دستگاه با اینا کاری ندارد، میره به سراغ کسی که دشمن ما بود اما نه وابستگی به خارج داشت و نه امتدادی داشت. خب حالا شما فکر کنید که کسی که مثل فروهری را میکشد، این میتونه دوست نظام باشه؟ میتونه برای نظام کار بکنه؟ چنین چیزی معقوله؟ من باور نمیکنم. ولی ما مردم ایران باور میکنیم که کار نظام باشه، چون حتی اگر اون روز برخی تردید داشتند، الان دیگه اینقدر از درون نظام حول همین قطرهای زنجیره‌ای اعتراف بیرون اومده، اسناد بازجویی‌های قاتلانی که این جنایت رو انجام دادند منتشر شده، دست آخر خود سعید امامی از مهره‌های وزارت اطلاعات رو دستگیر کردند و برای اینکه همه چیز رو به گردن اون بندازند، قبل از اینکه پاش به دادگاه برسه و بتونه حرفی بزنه، خودکشیش کردند. در جریان جنگ باندی هم تاجزاده از مهرهای باند مغلوب نظام در یک مناظره به دست داشتن بالاترین مهرهای حکومتی در این قتل‌ها اشاره کرد. در مورد قتل‌های زنجیره‌ای، توی همون جنایت ما خودمون رو کشتیم، همزمان با اون چهار نفر آقای پیروز دوانی و مجید شریفی هم کشته شد. همین تیم جنایت کرده بود. ما گفتیم پرونده این دو نفر هم رسیدگی کنید، اجازه ندادن، باز نکردن، گفتن همون چهار نفر کافیه. خواهی که قرار افشا بشه اصلاح طلبه رو میذاشتید بیشتر جنایت ما افشا بشه. بگذاریم از اینکه اساساً دوستان قتل‌های زنجیره پرونده دراز مدت بود، تعداد بسیار زیادی قربانی داد، البته همشون سیاسی نبودن، از سالها قبل شکل گرفته بود و مسببش هم تو وزارت اطلاعات همین تیم فلاحیان و سید امامی بودن. از مراجع فتوا میگرفتن و میرفتن آقا این سب رسول کرده یا این قاچاقچی مواد مخدر، اگه بریم توی دادگاه اعدامش نمی‌کنن، جوانای مردم رو نابود میکنه، این خانه فساد و فحشا را انداخته و غیره، محضور رو دم میکردن، طرف رو بعد سر به نیستش میکردن. خب اینا چند نمونه از جنایت‌های خودشون بود، یعنی کار خودشون بود که میخواستن به دشمنای نظام نسبت بدن. از این نمونه ها تو این سالیان زیاد دیدیم. مثلا توی اشرف نیروهای عراقی وابسته به رژیم میریختن، قتل عام میکردن، فیلمش هم تازه وجود داشت که اینا از بیرون قرارگاه میان و جنایت میکنن. بعد تو رسانه های رژیم میگفتن دعوای درون گروهی بود و مجاهدین خودشون رو کشتن. یا در جریان بمبگذاری در ویلپنت پاریس هم که یادتون هست، دیپلمات رژیم با بسته رسمی دیپلماتیک بمب رو از ایران آورده، داده به دو تا از مامورای خودش که بیان توی جلسه مجاهدین بمب بذارن. بعد پلیس اروپایی این طرح رو کشف کرده و قبل از اجرا با بمب توی دست تروریست‌ها رو دستگیر کرده. بعد بلندگوهای اطلاعات نظام تو بوخ کردن که این توطئه علیه نظامه، کار خود مجاهدین بوده. تو ماجرای هواپیمای اوکراینی هم که دیگه هنوز فراموش نکردیم، اون سه روز اول که تمام تریبون‌های حکومتی یه دست میگفتن، بله اون ویدیوهایی که نشون داده که چیزی بهش خوردین از لحاظ علمی نمیتونه صحیح باشه، یک شیء به یه هواپیما برخورد کنه و این هواپیما هنوز یه چیزی بوده 60-70 ثانیه بخواد رو هوا پرواز بکنه، این قابل تجدید ممکنه به بال هواپیما خورده باشه؟ نه به این شکل نیست، این شکل آتش سوزیش اونطوری نبوده که برید جای بالو. یعنی کنفرانس می‌داشتن جلوی دوربین و خبرنگار که ثابت کنن ما نبودیم موشک زدیم، در حالی که به دستور خودشون و به طور عمدی به این هواپیما شلیک کرده بودن تا سپر انسانی باشه در برابر حمله احتمالی آمریکا. که البته اینجا هم اگر فیلمهاش رو ملت افشا نمی‌کردن، حتما میگفتن که شلیک به هواپیمای اوکراینی هم کار مجاهدین بوده برای بدنام کردن نظام و این حرفا. سناریوشون هم همیشه تکراریه، وقتی یک جنایتی خیلی فضاحتش رو میشه،
میگن دشمنای نظام اومدن این جنایت رو کردن تا نظام رو بدنام کنن. آخه شما خودتون اینقدر جنایت کردید که بدنامی رو هم بدنام کردید. دیگه لازم نیست کسی کاری رو به شما نسبت بده تا مثلا بدنام بشی. تو کف خیابون تو روز روشن با اسلحه ملت رو میکشی، از زاهدان تا آبان 98. تو زندان ها که افراد بیگناه رو اعدام میکنی، با ساشمم که ملت رو کور میکنی. دیگه تو این 40 سال کدوم جنایت بوده که شما نکردین؟ ملت دیگه الان دستتون رو خوندن. به خاطر همینه که تا یه اتفاقی تو شاه چراغ افتاد، 2 ساعت نشده ملت شعار دادن این دفعه هم بعد از داستان مسمومیت، هر چند که تلاش کردن این قضیه رو هم به دشمنای نظام و مجاهدین نسبت بدن ولی نگرفت. تا جایی که یکی از نمایندگان مجلسشون گفت فعلا سرنخ دقیق و درستی در نیامده است و من در تمام جلسات حضور داشتم. اینکه مشخص شده باشد که کار سازمان مجاهدین یا جای دیگر است صحت ندارد. تا الان نیروهای امنیتی اعلام کردند که ردپای عوامل خارجی پیدا نشده. در مورد مواد به کار رفته در این پروژه مسمومیت هم این نماینده مجلس که ظاهراً پزشکم هست توضیحاتی میده که خیلی از فرضیات قبلی حکومتی رو رد میکنه. 26 استان و 245 مدرسه درگیر موضوع شدند. اگر این چالش هیستریک و تمارز باشد، مگر میشود که 6000 نفر بیمارستانی شوند؟ خیر، تمارز نیست. واقعیت امر این است که این بمب ها یک ماده شیمیایی با عمر کوتاه هستند، چون فرار است و در خون قابل ردیابی نیست. این بمب اثرات سمی دارد ولی پایدار نیست و زودگذر است. موضوع مسمومیت دانش آموزان به قصد کشتن نیست، چون تا الان کسی فوت نکرده است و فقط به قصد رعب و وحشت و اضطراب در سطح جامعه است. اینطور که به نظر میاد شاید این دفعه خیلی زیاد طول نکشه تا یکی از درون رژیم پشت پرده ماجرای مسمومیت دانش آموزان رو هم رو کنه. اما با بررسی سوابق امر و فکت هایی که تا همین جای کار رو شده، دلایل مشخصی وجود داره که این قضیه هم مثل موارد قبلی کار خودشونه. اول، روایت های متناقض. اگر این موضوع کار خودشون نبود، هیچ دلیلی نداشت که اجازه بدن انواع روایت های متناقض از تلویزیون آخوندی پخش بشه، مگر اینکه ایجاد ابهام در مورد این قضیه بخشی از سناریوشون بوده. دوم، سازماندهی و گستردگی. انجام چنین عملیات بیوتروریستی در این گستردگی جغرافیایی به وسعت 26 استان و همه جا هم با دقت و حساب شده، طوری که همه جا یک واکنش یکسان رو در دانش آموزان ایجاد کنه، نمیتونه کار هسته های مختلف با ایده های متفاوت باشه، بلکه این اقدام داره توسط یک ارگانی انجام میشه که میتونه بدون اینکه کسی مزاحمش بشه کار رو پیش ببره، که این فقط میتونه یک ارگان با پشتوانه حکومتی باشه. سوم، حساب شدگی در نوع مواد به کار رفته. موادی که برای این پروژه جنایتکارانه انتخاب کردند، نه اونقدر ضعیفه که هیچ اثری نذاره و نه اونقدر قویه که آثار زیانبار جدی داشته باشه، بلکه متناسب با هدف که فقط ایجاد جو رعب و ترس به منظور فلج کردن جامعه است، این ماده رو انتخاب کردن که فقط چند ساعت اثر میذاره، چون هدف ایجاد خبر بوده نه اینکه تلفات جانی بگیرن. پس این نشون میده که یک طرح کاملا حساب شده و یکسان همه جا پیش رفته. و چهارم، مهمترین نکته، اگر سیر وقایع مربوط به این داستان مسمومیت رو پیگیری کنیم، میبینیم که از یک مدرسه در یک شهر در نوه آذر با افت و خیز یک روند رو به گسترش داشته تا روز 14 اسفند در 15 شهر و بیش از 30 مدرسه. اما درست بعد از سخنرانی خامنه‌ای در روز 15 اسفند، ظرف یک روز داستان افت جدی میکنه و 2 روز بعد هم تموم میشه. خب این نمودار به ما چی نشون میده؟ اگر قضیه اتفاقی بود، خب این اتفاقات باید قاعدتاً بعد از سخنرانی خامنه‌ای هم ادامه پیدا میکرد دیگه. اگر هم که این پروژه کار دشمنای نظام بود، خب اونا که نباید بعد از سخنرانی خامنه‌ای متوقف میشدند. چنان که به یاد داریم در همین قیام چند ماهه 1401 خامنه‌ای چند بار سخنرانی داشت و این میگفت اغتشاش باید تموم بشه و نمیدونم 30000 نفر رو هم دستگیر کردن، ولی مردم که دشمن خامنه‌ای هستن اهمیتی نمیدادن، هنوز هم دارن قیامشون رو ادامه میدن. پس این پروژه فقط در یک حالت میتونست با سخنرانی خامنه‌ای تموم بشه، و اون همین که عواملی مشغول این کار بودند
که از خود خامنه ای فرمان می گرفتند. و وقتی خامنه ای از ترس شعله ور شدن قیام گفت دیگه تمومه و ادامش ندید، اونها هم دیگه جمعش کردند. و پنجمین و آخرین دلیل، فرافکنی جنایت به دشمنای نظام و مشخصاً مجاهدین. بر اساس مواردی که در گذشته از همین رژیم دیدیم که این همین سناریو رو در جنایات دیگه رفته، میشه نتیجه گرفت که هر وقت این رژیم جنایتی رو به طرف مقابل نسبت میده، به خصوص به مجاهدین، قانونمند اون جنایت کار خودشه. هرچند که خامنه‌ای میاد توی تلویزیون و میگه عوامل این جنایت باید به اشد مجازات برسن، ولی این خود فیلم بازی کردنشه. این قبلا هم این فیلمو بازی کرده، طرف این کار است. سناریو همینه، خودش جنایت رو سازمان میده، بعد خودش هم میگه باید عواملش مجازات بشن تا رد خودش رو پاک کنه. این خصوصیت ویژه این رژیمه که با شناخت این قانونمندی شما بهتر میتونید واکنش ها و اقدامات این رژیم رو در آینده تبیین کنید. وقت بخیر و خدا نگهدار.